هی چطورید بچه ها؟ دیویس هستم و چند من خوش اومدید. بچه توی این ویدیو میخوام به صورت خلاصه در رابطه با اتفاقی که این چند وقت افتاد برام صحبت کنم، در رابطه با اینکه انتقالیم اوکی شد به شهر خودم ولی نرفتم. چرا؟ براتون توضیح میدم. چطوری انتقالی گرفتم، چطوری انتقالی بگیریم، اینا هم براتون تا حدودی که میدونم توضیح میدم. ولی ویدیو رو میخوام سریع تمامش کنم. چرا؟ چون که اولا گوشی با دستم نگه داشتم، بعدش هم اینکه میخوام ویدیو رو سریع تمامش کنم، خستم، باید یه استراحت کنم برای اینکه فردا آماده باشم. خب حالا اینکه چطوری من اوکی شد انتقالیم و چرا نرفتم، اینو براتون کامل توضیح میدم. بچه من یه سری مشکلات داشتم که حالا ایشالله بعدا براتون بیشتر کامل توضیح میدم، ولی مشکلاتی بودن که نیاز بود با شرایطی که من دارم نزدیک خونه باشم. خب من چطوری انتقال گرفتم؟ بچه من یه سری مشکلات داشتم، با توجه به شرایطی که داشتم نیاز بود که خونه باشم، یعنی با توجه به اینکه چیزایی که قبلا براتون گفته بودم و چیزایی که حالا تا حدودی خیلیاتون این ویدیو قبلی من دیده باشید میدونید، و با توجه به شرایط خانوادگی که نیاز داشتم نزدیک خونه باشم و مدرکم داشتم برای اینکه حالا چرا باید نزدیک خونه باشم و چه شرایطی دارم، با روانپزشک پادگانم که صحبت کردم با توجه به شرایطم لطف کردن و من رو به تهران اعزام کردن. به تهران که اعزام میشین یه چیزی هست به نام شورا. شورا چی کار میکنه؟ شرایط شما رو میبینه و برای شما تصمیم میگیره که شما واقعا نیاز دارید نزدیکترین پادگان به محل زندگیتون خدمت کنید یا نه. البته چیزتون نمیتونه تغییر بدن، یعنی مثلا نمیتونه اگر ارتشید مثلا بندازنتون چیز دیگه، نیرو انتظامی یا هر چیز دیگه. خب فقط میتونن نزدیکترین جایی که مربوط به حالا اون ارگانتونه، یعنی مثلا اگر ارتشید نزدیکترین، اصلا ارتش نیرو هوایی نزدیکترین پادگان نیرو هوایی که به خونتونه اونجا برسه بفرستنتون. من رفتم تهران، صحبت کردم، یکی دو شب هم تهران موندم. اونجا یه سری جا هست که سربازایی که اعزام میشن رو نگه میدارن. البته نمیدونم جایی که من بیمارستان که من رفتم چه این قسمتی رو داشت برای کسایی که اعزام میشن به تهران، اگر نبود باید میرفتم و یه جایی میخوابیدم، حالا تو بیمارستان یا مثلا چه میدونم یه هتلی موتلی، نمیدونم یه جایی بالاخره با هم میخوابیدم. ولی من یه جوری برنامه تنظیم کردم که یه شب کلا اونجا بیشتر نباشم. خلاصه من رفتم فردای اون روز با اون شورایی که قرار بود تصمیم بگیره صحبت کردم. با توجه به شرایطی که از من دیدن، خب یکی از مهمترین چیزهایی که بود این بود که خانواده‌ام نیاز داشتن نزدیکشون باشم و خودم هم یه سری مشکلات داشتم که نیاز داشتم که نزدیک خونه، فکر میکردم نزدیک خونه باشم بهتره و خب قطعا اینطوری بود. اگر نزدیک خونه میفتم شب خونه خودمون میخوابیدم و راحت تر بودم و خب خیلی یه سری از کارا راحت تر میرسیدم. من رفتم اونجا صحبت کردم و گفتن که حالا ما شما رو تصمیم گیری میکنیم و میفرستیم شهر خودتون. اگر شما هم مدرکی چیزی دارید که باش میتونید ثابت کنید که باید نزدیک خونتون خدمت کنید، اونا تصمیم میگیرن با توجه به اون مدرک و همینچنین تصمیم برای شما میگیرن. ولی اگه واقعا میخواید این کارو بکنید، برید این شانستون امتحان کنید، برید صحبت کنید، بفرستنتون تهران. حالا جای مختلف شیوه های مختلف دارم، مثلا من اینجا که بودم باید میفرستادم تهران و اونجا تصمیم گرفتم. حالا اونجا تصمیم گرفتن فرستادن اینجا و یه اتفاقی افتاد که من کلا کنسل کردم این انتقالیمو. چه اتفاقی افتاد؟ یکم نشستم با خودم فکر کردم و با خانوادم صحبت کردم که واقعا نیاز هست مزدیکتون باشم یا نه. خب و خودم هم نشستم با خودم دو تا چهار تا کردم که چرا باید برم شهر خودم. اگر برمیگشتم شهر خودم حداقل 3 ماه بیشتر باید خدمت میکردم و این شرایطی که هست رو 3 ماه بیشتر باید تحمل میکردم، 3 ماه الی 6 ماه بستگی داشت که حالا من کجا میافتادم. با توجه اینکه اصفهان که میخواستم برم بازم 3 ماه کسری داشت، با توجه اینکه اونجا سالک بود، بچا جایی که سالک هست 3 ماه بابت اون سالک کسری میدم، 3 ماه یا 6 ماه باید بیشتر خدمت میکردم. این یکی از موضوعاتی بود که برنگشتم و میتونستم سریعتر خدمت رو تموم کنم و برم پیش خانواده‌ام یه سری چیزا رسیدگی کنم و باشون صحبت کردم که آره مثلا این چند وقتم حالا بگذرونید و به کمک من اون به اون شدت نیاز نبود که حتما حتی حالا وحی نازل شده که من باید اونجا مثلا برم نزدیکشون. خب تصمیم گرفتن که آره زودتر خدمتم تمام کنم بجا که بیام نزدیک. من میگم یکی از دلایل این بود که هم اونا نیاز داشتن من نزدیکشون باشم با توجه به شرایط، هم اینکه خودم یه سری مشکلات واقعا داشتم که تحمل کردن شرایط پادگان برام سخت بود. اینا کنار هم دیگه فشار روانی به من می آورد که گفتم برم و انتقالیمو بگیرم. ولی خب میگم بازم نشستم فکر کردم و دیدم که خب زودتر تمومش کنم خیلی بهتر از اینه که برگردم و اونجا. آها یه موضوع دیگه هم هست بچه‌ها، کسایی که میفتن نزدیک، اگه خیلی نزدیک نباشه پادگانشون، من خودم پادگانی که با میرفتم خدمت میکردم احتمالا 1 ساعت یا
یه ساعت خورده یک ساعت حداقل فاصله داشت با خونمون، یعنی من هر روز باید دوباره ساعت 4 یا 5 صبح بلند میشدم، یه راهی برای رفتن به اونجا پیدا میکردم و میرفتم پادگان خدمت رو انجام میدادم. بعد از ظهر شاید ساعت 2 شاید ساعت 5 دوباره میذاشتن من برم و برگردم خونه. به اینا که فکر کردم، به این مسافت، به این شرایط، به این کلیت داستان که فکر کردم، تصمیم گرفتم که بمونم. حالا تصمیم که گرفتم بمونم با توجه به شرایطی که داشتم، لطف کردن، یه لطف خیلی بزرگ در حق من انجام دادن و من رو گذاشتن توی یکی از قسمت‌هایی که حالا اداری هست و شرایط نظامی نداره، یعنی راحت تر خدمت کردن، چون من خودم واقعا شرایط نظامی رو با توجه به روحیاتم نمیتونستم تحمل کنم. این از این که خلاصه کار انتقالیم رو کنسل کردم، تصمیم گرفتم که بمونم و با شرایط وفق پیدا کنم. یعنی دیگه هم داشت که من موندم، میخواستم تجربه دور از خانواده زندگی کردن رو داشته باشم و این تجربه یه تجربه خیلی بزرگی برام و دارم میخوام از پسش بر بیام هر جور شده. اینم از این که اگه شما آشنایی با من داشته باشید خودتون میدونید که مثلا به خاطر چی مثلا دارم تحمل میکنم این چیزا رو. خلاص این از این که من چرا انتقالی گرفتم، چطور انتقالی گرفتم و چرا کنسلش کردم، اینا رو گفتم براتون توضیح بدم و یه خلاصه بگم از این که چطوری انتقالی بگیرید. بچه اگه میخواید انتقالی بگیرید، اگه میخواید تو شهر خودتون خدمت کنید، قبل از اینکه دفترش رو پست کنید، مورد اول این که برید پذیرش بگیرید. حالا پذیرش چیه بچه؟ پذیرش اینه که شما میرید نزدیکترین پادگان به محل زندگیتون، میگید آقا من این شرایط رو دارم و نمیتونم دور از خونه خدمت کنم، اونم با توجه به شرایطتون شما رو پذیرش میکنن. البته یه مورد دیگه هم هست، این که بند پ داشته باشید یا اون پارتی داشته باشید که بتونه شما رو قطعا اونجایی که میخواید بندازه، نزدیک خونتون بندازه. پارتی کلا یه چیزی که همه جا جواب میده و خیلی کارا میتونید باش بکنید. این از این. ولی خب همونجور که بهتون گفتم، سعی کنید اول پذیرش بگید. بچا پذیرش هم شانسیه، کسایی بودن که حتی با پارتی پذیرش گرفتن ولی اونجا که خواستن نیافتادن. اینو در جریان باشید. مگه اینکه پارتیشون مثلا خیلی کلفت باشه یا مثلا چه میدونم. یه مورد دیگه هم هست، اگه پدرشون نظامی باشه، کسی که پدرشون نظامیه، اینا که خودشون میدونن میافتن شهر خودشون معمولا، یا اینکه متأهل باشن. این چیزایی که حالا من میدونم. پس مورد اول برید پذیرش بگید اگه میخواید شهر خودتون بیفتید. مورد دوم برید امریه بشید. بچه‌ها امریه رو حتما 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 توی اینترنت سرچ کنید راجبش. یه مورد دیگه که شبیه امریه است که الان براتون کامل توضیح میدم امریه رو، هم اینه که شما برید شرکت‌های دانش بنیانی که به کسایی که حرفه‌ای که شما دارید نیاز دارن برید اونجا کار کنید. در رابطه با امریه و شرکت‌های دانش بنیانی که میتونید داخلشون خدمت کنید، حتما توی اینترنت بیشتر سرچ کنید. شما چی کار میکنید اگه امریه بشید یا به شرکت های دانش بنیان؟ شما میرید و به مدت کامل، یعنی بدون هیچ کسری، یا اون کاری که بلدید رو انجام میدید برای امریه، یعنی مثلا اگر مربی باشید یا اگر مثلا معلم باشید، اینا رو بیشتر داخل اینترنت سرچ کنید خیلی بهتره، من کامل براتون توضیح بدم، خیلی ویدیو زمان بر بشه. اگه حرفه‌ای دارید که شرکت های فیس بک کنید نیاز دارند، اصلا چه میدونم، شاید مقاله نویس خوبی هستید، شاید عکاس خوبی هستید، شاید هر حرفه‌ای ممکنه جایی باشه که به شما نیاز داشته باشن، خب برید سرچ کنید در رابطه با امریه و در رابطه با شرکت های دانش بنیان. اینا به جای اینکه برید خدمت کنید، برید داخل اینجا کار میکنید. خلاصه امر اینه، بیشتر باید میخواید بدونید برید تو اینترنت سرچ کنید. من چیزی اونقدر اطلاع نداشتم، اطلاع داشتم که قبل اینکه بیام اینجا میرفتم اونجا و مشغول میشدم. این از این. خب حالا میریم سراغ مورد بعدی که شما رفتید خدمت، دفترچه رو پست کردید، آموزشتون رو تموم کردین و میخوای برین و یگانتون مشخص شده. بچه یگانتون مشخص شده باشه، خیلی سخت بهتون امریه میدن، بشه خیلی سخت بهتون انتقالی میدن، مگه اینکه بازم بند پ داشته باشید و خب از بند پتون استفاده کنید و بیفتید اون جایی که میخواید. ولی اگه بند پ نداشتید، حتما 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 باید یه مدرکی، یه سندی داشته باشید برای اینکه آقا من نیاز دارم تو شهر خودم خدمت کنم، یا اصلا از نظر روحی روانی نمیتونم تحمل کنم که مثلا توی شهر دیگه خدمت کنم، یا اینکه جفتش داشته باشید و اونجا میرید اون مدارک رفتید به یگانتون، اونجا میرید اون مدارک رو به فرماندهتون یا حالا به روانپزشکتون میتونه کمکتون کنه، یا اگر این دو تا هم نتونستن کمکتون کنن، میتونید با امیر منطقتون یا اون مسئول کل پادگانتون در میون بذارید. حالا ایشون هم با توجه به شرایطتون تصمیم گیری میکنن که شما نیاز دارید نزدیک محل زندگیتون خدمت کنید یا نه. ولی میگم که حتما 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 یه مدرکی باید داشته باشید، یا استشهاد محلی باید بیارید که آره مثلا نون در بیار خانواده اید،
و اگر نزدیک خانواده نباشید، مثلا چه میدونم خانوادهتون مشکل پیدا میکنن، یا مثلا خانوادهتون مشکل دارن، حالا مشکل که نمیشه اسمش گذاشت، خانوادهتون یه سری شرایط دارن، مثل اینکه مثلا پدر مادرتون از هم جدا شدن، یا مثلا پدرتون بیماره، مادرتون مشکل داره، یا هر چیزی که خدایی نکرده داشتید، میتونید با توجه به اینکه سند داشته باشید از اون شرایط، یا استشهاد محلی داشته باشید از اون شرایط، برید و ارائه بدید و احتمال اینکه بندازنتون شهر خودتون هست. این از این. پس من چیزایی که میدونستم در احتمال اینکه چطوری توی محل زندگی خودتون خدمت کنید و بهتون گفتم. اول چیزی که مهمه اینکه پذیرش بگیرید. دوم اینکه برید امریه، در رابطه امریه یا شرکت های دانش بنیان تحقیق کنید. سومی که بعد از اینکه حالا افتادین تو یگان خدمتتون، برید مدارکتون رو جور کنید. بچا مدارکی که نیاز دارید رو با توجه به این چیزی که گفتم، اگه مثلا پدرتون بیماره، یا چه میدونم پدر مادرتون جدا شدن، یا هر چیزی که میگم، هر چیزی که میدونید نیازه توی شهر خودتون خدمت کنید. مثلا یه کاری دارید که اگر دور شید از این کار، مثلا تمام اون زحمت هایی که کشیدید به باد فنا میره. تمام مدارک رو قبل از اینکه برید یگانتون با خودتون آماده کنید، با خودتون ببرید. حالا بعدا یه ویدیو هم درست میکنم در رابطه اینکه چی تو جیبمون، چی تو جیبای لباسامون بذاریم. بچا این ویدیو خیلی مهمه ها، بعد یه ویدیو درست میکنم در رابطه اینکه توی جیبای لباسامون چی بذاریم که جای لنگ نشیم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه جایی هست شما لنگ یه مثلا امضایید، مثلا نیاز به یه کاغذ دارید، نیاز به یه چیزی دارید که همون جای اون متنی که میخواید رو بنویسید و تحویل بدید و امضا رو بگیرید. مثلا نیاز دارید که همیشه خودکار باهاتون باشه، نیاز دارید همیشه کاغذ باهاتون باشه. این ویدیو بعدا درست میکنم براتون. آها، یه ویدیو دیگه که حتما براتون درست میکنم در آینده در رابطه کامنت هاست. بچا کامنت هایی که میذارید و بعدا یه ویدیو درست میکنم، احتمالاً زودتر این ویدیو کامنت ها رو درست کنم، یا منتظر بدم یکی دو تا ویدیو بگذره که کامنت زیاد بشن، بعد این ویدیو رو درست کنم که در رابطه با کامنت های شما باشه جواب بدم، تا جایی که من اطلاع دارم بهتون جواب میدم. خلاصه که این موارد در نظر داشته باشید. اگر چیزی نفهمیدید یا جایی نفهمیدید کامنت بذارید، من جوابتون میدم. ولی خلاصه این امر، اگه بخواید بدونید چطوری انتقالی باید بگیرید، انتقالی و پادگانتون تصمیم کامل نمیتونه بگیره و شما رو میفرسته یه جای دیگه و شما باید برید اون مدارک اونجا نشون بدید، مگه اینکه خیلی مثلا خیلی هواتون داشته باشن، یا بنده پی داشته باشید، یا بگن آقا این واقعا این مدارکی داره نشون میده. خودشون نمیتونن، من تا جایی که میدونم خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن، من اینکه حالا شما 100% نیاز به انتقالی دارید و من از این روش رفتم و انتقالی گرفتم و با توجه این که حالا جایی افتادم که هم میتونم حالا اون کارهایی که دوست داشتم و قبلا تو ویدیو قبلی بهتون گفته بودم ادامه بدم، یکیش بود که مثلا بتونم یه درآمدی داشته باشم که غیر از پولی که حالا خدمت از خدمت سربازی گیرم میاد، و اینکه مثلا یه چیزی که دوست دارم و ادامه بدم، افتادم یه قسمتی و خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو هزار مرتبه شکر، خیلی شرایط بهتری دارم، شرایطی دارم که واقعا اگر اینجا نبودم شاید نمیتونستم تمومش کنم. خلاصه مواظب خودتون باشید، اگه سوالی چیزی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید، تا جایی که میدونم بهتون جواب میدم و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید.